درود بر شما. امیدوار هستم حالتون خوب باشه و کاف ورزش شماره 4 در ساعت 6:30 بامداد سیدنی استرالیا تقدیم حضورتون می شود رو بپسندید و تا به انتها با ما همراه باشید. ساعتها یه مقداری تغییر کرده، در لس آنجلس یه ساعت جلو رفته، فقط می دونم که اینجا 6:30 صبح هست و در ایران عزیز 11 شب هست. این ساعت ایدئالی است. من حاضرم 2 بعد شبم اگه بخوره به 10-11 شب تهران بیدار شم و برنامه رو خدمتتون ارائه بکنم. امیدوار هستم که دوستان ما در ایران پای تلویزیون باشند و مطالب برنامه رو دنبال بکنند. دوستی بر صفحه فیسبوک گزارشگران مطلبی رو نوشتند که خدمتتون دلم میخواد حداقل بخشی از اون رو بخونم. نوشتند که بعد از به هر حال سلام و احوالپرسی دوستانی که مطرح کردن، نوشتند که از مطرح شدن مسائل اجتماعی و سیاسی مربوط با ورزش در برنامه شما استقبال میکنم و از تحلیل های شما بسیار استفاده میکنم، که محبت دارید البته، اما با بحث های مثل رابطه مدلینگ و حجاب که در برنامه گذشته مطرح شد مخالفم. بحثی رو ما داشتیم در مورد اینکه کلن حجاب، اون چی که بر حجاب مسلط هست، یعنی در واقع حجاب اصلا اساس تفکر بر حجاب این است که پوشاندن و مورد توجه قرار ندادن زیبایی های ظاهری. گفتیم این درست در تضاد هست با مدلینگ که اساساً به این خاطر هست که شما به رخ بکشید، که بگویید من خوب هستم، من خوش اندام هستم، این لباس برازنده منه. گفتیم این دوتا با هم دیگه نمیخونه. البته دوستان دوست دارن که بگن میخوره، میشه هماهنگش کرد، ولی خب به هر حال نظر ما این بود. ایشان گفته بودن که مطلبشون اینجوری پی گرفتند که این مسئله علارغم این که موافقم با این که شما مسائل غیر ورزشی رو یا نچندان مرتبط با ورزش رو در برنامه‌تون مطرح می‌کنید، گفتند که این مسئله کاملا به ماهیت ورزشی شما نامرتبط است، یعنی مسئله مدلینگ و حجاب، و از حوزه تخصص شما نیز کاملا خارج است. دومی که تحلیل تضاد مسائل شرعی و مدرنیته بسیار پیچیده است و بررسی آن نیازمند تخصص لازم و درک عمیق از ماهیت مسائل اصلی و فرعی دین است. نهایتا هم اگر واقع بینانه و عملگرایانه به موضوع نگاه بکنیم، با چنین اغراق‌هایی در مورد تناقض بین دین و مدرنیته کمکی به بهبود وضعیت فعلی ایران و پیشبرد خواسته های نوگرایانه نمی کنید. سازنده تر این است که از کسانی که علارغم محدودیت های موجود به دنبال سازش ایجاد کردن بین اعتقادات دینی و مدرنیته هستند، تا زنان ورزش کنند، مدل شوند، در محیط کار حضور داشته باشند، حمایت کنید. بسیار مطلب خوبی هست و خدمت شما عرض کنم. اولا خوشحالم که بالاخره این تغییر اسم، که اسم این برنامه رو ما از اون گزارشگران هفته سر جای خودش هستا آوردیم و کافه ورزش رو انتخاب کردیم، این بود که در این کافه ورزش همه حضور داشته باشن، حداقل از دید ورزشی ها ما مسائل مختلف جامعه رو که در صدرش البته محور اصلیش ورزش هست، ایشون هم درست میگن، از اون طریق پی بگیریم. حالا این بحثی که چی نامرتبط هست و چی مرتبط هست رو یک کمی بذاریم کنار. این نصیحتی که این دوست عزیز فرمودند به نظر من بسیار مهمه. گفتند که از کسانی که علارغم محدودیت های موجود به دنبال سازش ایجاد کردن بین این دو وجه هستند، باید حمایت کرد. دوست عزیز، ما هم حمایت کردیم. من بعد از 14 سال که ایران نیامده بودم، زمانی که مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 بود، آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود، صحبت از اصلاحات و اینجور مطالب بود، بسیار خرسند شدیم که
به نظرمون رسید که فضا داره عوض میشه و یک سری اصول دنیا پسند، یک سری اصولی که در همه جا رسم هست و بی خود و بی جهت مردم ما از اون محروم شدند و در بیراه افتادند، تغییر پیدا میکنه و شروع به تغییر کرده. برای همین هم حضور پیدا کردیم، فیلم درست کردیم و سعی کردیم علی رغم نارسایی ها این کار رو خوشبینانه پی بگیریم و فکر کنیم که مسائل حل می شود. اما می گویند آزموده را آزمودن خطاست. نیت همه اون 20 و چند میلیونی که رفتند رأی دادند با این نیت رفتند. من یادمه در شعارهای خیلی چی میگن ساده مراتب فکریشون رو منتقل میکردن به آقای خاتمی و دولتی که آمده بود. مثلا تو مسجد یادم شعار میدادن خاتمی ماهواره ماهواره. این ماهواره حالا همه که دارن، بالاخره اگه نداشتن که الان ما رو نگاه نمیتونستن نگاه کنن اصلا، حالا با پارازیت یا بی پارازیت یا هرچی. اما اینا پیغام بود که ما میخوایم با دنیا هماهنگ بشیم. اما الان ما هنوز فیسبوک مثلا تو جامعهمون شده یه مسئله و باعث سرگرمی میشه و ضمناً این روش تازه، این دوستانی که تازه آمدند به نظر من باز میخوان به همون راه برن، منتها حتی اون اصالت اون موقع هم نداره. یعنی در واقع جامعه ما با این نمیدونم عکس ها و با این حرکات و با این روی جلد روزنامه ها و مجلات یک کاریکاتوری میخواد بشه از مثلا حدود 37 سال پیش، مثلا حدود سال 52-53. منتها یک تفاوتی دارد. چرا میگم کاریکاتور؟ برای اینکه باز میخواهند اون جوری که میشود که این دوستمون میگه باید تشویق کنید انجام بشه، نه اون جوری که واقعا همه دنیا انجام میدهد. این کاریکاتور شدن یا به نوعی کاریکاتوری عمل کردن اونچه که مثلا 37-8 سال پیش که تازه اون موقع هم خیلی وارد نبودن که دنیا خیلی تغییر کرده، همه پیر شدن، اونا که اون موقع جوان بودن، مقررات عوض شده، وسایل ارتباط جمعی تغییر پیدا کرده. اما حالا ما دوباره بیاییم و اولا چیزی رو که آزمایش کردیم و دوباره بخواهیم آزمایش کنیم، ثانیاً باز به یک روش تقلقی، به امید این که این روش تقلق درست میشه. آقا ما این روش رو انجام دادیم، همونجور که عرض کردم اومدیم فیلم ساختیم، امیدوارانه همین کار کردیم. بریم یه تیکه از این فیلم رو که تصمیم دارم در هفته های بعد زمانی که به طرف جام جهانی میریم یک بار دیگه این فیلم گزارشگر رو که اون موقع ما ساختیم رو بنده و همکارانم تکه تکش رو بررسی کنیم و ببینیم در این 90 و چند دقیقه فیلم چه مطالبی گفته شده حدود 16-17 سال پیش و چقدر این مطالب امروز میتواند راهگشا باشد. ما تلاش خودمون رو کردیم دوست عزیز، از توجهتون ممنونم. تکه‌ای از گزارشگر سال 97-98 رو میبینیم و پی میگیریم داستانهایی که به نوعی کاریکاتور سالهای 52-53-54 ایران است. استادیوم از 7 سالگی آشنا شدم. یک پارچگی و همصدایی در استادیوم است. رقابت، هنر، نقشه، هدف، از خودگذشتگی، شکست و تسلیم، درد، شادی و پیروزی همه در استادیوم است. در واقع زندگی در استادیوم است. استادیوم ها با هم متفاوتند، درست مثل زندگی ها. در این 14 سال هم استادیوم دیدم، اما معنوسش را ندیدم. برای آن دلتنگم.
با فرا رسیدن مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه، این ندیدن آزاردهنده تر می شود. چرا ندیدن استادیومی که حتی با سکوهای آن حرف می زدم بیش از پیش در ذهنم مرور می شود؟ به یاد مسابقات مقدماتی جام جهانی برای آرژانتین در 20 سال پیش می افتم. مسابقاتی که حاصلش تنها حضور ما در مرحله نهایی جام جهانی فوتبال بود. این بار ایران نخستین دور مقدماتی را به آسانی پشت سر می گذارد و حالا با چین و سه تیم عرب خاورمیانه‌ای، قطر، کویت و عربستان سعودی همگروه است. با تولد دوباره فوتبال در زادگاهم بسیار امیدوارم که پس از 20 سال تجدید خاطره شود. دوباره شاد شویم، دوباره راهی جام جهانی شویم. حالا اگه فرصت کردیم بخشای دیگه از این فیلم رو خدمتون تقدیم میکنم، اما همونجور که عرض کردم جا داره، به خصوص اگر بتوانم با برخی از دوستانی که اون موقع اصلا در کار ورزش ایران بودند در برنامه در خدمتشون باشیم. ورق زدن صفحات این فیلم، شات های این فیلم، صحبت های این فیلم شاید بیش از پیش برای ما روشن بکند که آزموده را آزمودن خطاست، واقعا آزموده را آزمودن مجدد خطاست. اما به هر حال ممکنه این دوستان موفق بشوند در این روش تازه‌ای که به دست به اصطلاح ارائه دارن میکنن. اگر موفق شدند در ارائه کاریکاتوری از آنچه که سالها پیش، 40 سال پیش در جامعه ما بوده است، نه خودش کاریکاتورش، اینو دقت بفرمایید که باید واقعا ایول گفت به اینا که میتوانند نظریات و این آب خوردن عوض کنند. به اونا باید ایول گفت، از اون طرف هم به اونایی که خیلی باورمند هستند به این مطالب باید به اونها هم ایول گفت که واقعا نمیدانم دیگه چند بار باید آزمایش کرد. برای بررسی این موضوع، این که روش ها رو دارن عوض میکنن منتها در یک قالبی که معلومه دروغه، معلومه که به خاطر شرایط، در برنامه امشب بخش عمده‌ای رو اختصاص دادم به حضور لوتر ماتیوس یا ماتیوس، بازیکن بزرگ آلمانی در ایران، و گزارش ویژه امشب ما در مورد حضور او در ایران است. خانم سمیرا سمیعی که دختر یک جراح ایرانی هستند، ایشان آمده اند به ایران. خانم سمیرا که خدمت شما عرض کنم به گفته خودشون تنها مدیر زن نقل و انتقالات فوتبال آلمان هستند، ظاهراً از رابطه‌ای که با برخی از فوتبالیست‌های بزرگ در دنیا دارن، رابطه کاری البته منظورم هست، من جمله لوتر ماتیوس آلمانی، کاپتان تیم ملی آلمان، قهرمان جهان، دوبار فینالیست در جام جهانی 96، 86 و 90، خدمت شما عرض کنم دیگه خیلی بزرگه دیگه لوتر ماتیوس، موفق شدن که ایشان رو به ایران بیاره. خب حضور این قهرمانان بزرگ دنیا همیشه جاذبه داره، همیشه زیباست و بایستی باشد و کمک میکنه به اولا گسترش ورزش، ثانیاً جذب جوانان، به خاطر اینکه این اسما بزرگ هستند. خانم سمیرا که به قول معروف یک بار دیگه در ایران، همونجور که در تصویر ملاحظه میکنید، اسمشون
به زبانها آمده و روی مطبوعات و رابطه‌ای داشتن با مهدی مهدوی کیا که اون رابطه خودشون گفتن که 8 سال پیش بوده و حالا شوهر آلمانی دارند و فرزندی داره. علت ذکر تمام اینها این نیست که حالا مثلا خانم سمیرا رو به عنوان یک ایجنت فوتبالیستا من بخوام اینجا بیوگرافیشون رو بگم. من میخواهم یک روندی رو با همدیگه جلو بریم و ببینیم که این کاریکاتور کجا دارد نسل تازه ما رو میبرد. کاریکاتور حرکاتی که اون موقع بود. حرکاتی که اون موقع بود چه بود؟ مثلا کسانی که هم سن و سال من هستن، حتی جوانتر هم الان روی اینترنت و اینا هست دیگه، من نخواستم اینا رو نشون بدم. وقت ورزشکارهای بزرگ دنیا میمدن ایران، مثلا بکنباور میومد، نمیدونم اوزیلر میومد، اینا میومد، حتی پله اوزبیو اینا میمدن ایران، اوزبیو خدا بیامرز میومدن ایران و هنرپیشه‌های ما، خانم فروزان، خانم گوگوش، خانم شورانگیز طباطبایی، اینها می آمدن، مردا هم گاهی می آمدن، خواننده ها می آمدن و بودن این ستارگان سینما و مد و زیبایی در کنار ستارگان ورزش همیشه در تمام جوامع برای جوونا جاذبه داره. این مختص ایران هم نیست، همه عالم اینه. برای همین است که باز من در پاسخ اون دوست عزیزمون می گویم که درسته که فرمایش ایشون صحیح است که بخش مدلینگ و نمیدونم حجاب و اینا من هیچ تخمات در ورزش هم تازه ادعای از تخصص نداری، سعی کردیم چیزایی رو یاد بگیریم، اما به هر حال به طور مشخص به اصطلاح تخصص ما نیست. اما این سه عامل، یعنی این سه پدیده، مد، سینما، هنر به طور کلی و ورزش، اینها در همه جوامع رابطه تنگاتنگی دارن به خاطر اینکه سلبریتی یا معروف های جامعه هر جامعه این گروه هستن، علی‌رغم اینکه ممکنه مثلا پزشکای بزرگی باشن، متخصصین فنی بزرگی باشن، حتی مخترعینی باشن، در همه جوامع عکس ایناست که تو اتاق جوونا هست و بسیار مهمه که چگونه برخورد میشن. الانم آقای ماتیاس که تشریف آوردن تهران و آقای استیلی از ایشون استقبال کردن در فرودگاه که کار بسیار خوبی بود، ایشان هم آمدن و یک مهمانی نهاری رو به اصطلاح ترتیب دادن. هنرپیشه‌های روز ایران، البته بانوان اصلا نیومدن، فقط یه بانو آمد، اینم خانم سمیرا است که گله کرده که این تنها تصویری است که من البته اینو به قول تلویزیونی ها فریز کردم که تصویری که ایشان تلویزیون ایران ازش نشون داده، ایشون همه کاره این ماجرا بوده. حالا میخوایم بریم جلو که اون داستان این که قلابی است این قضايا، یعنی کسی که باعث و بانی این کار بوده است و تلویزیون ایران حذفش میکنه و نشونش نمیده و پی میگیرم مطلب رو، میگوید، سوال میکنن از ایشان، از خانم سمیرا، این گزارشگر این روزنامه، که شما چقدر پول گرفتید بابت اینکه لوتار مایتایس رو آوردید. تو این لانگ شات این خانم رو نشون میده البته، اما تو شات های نزدیک اصلا نشونش نمیده. میگوید که من هیچی پول نگرفتم. میگه یعنی هیچی؟ باورم نمیشه، شما یک مدیر برنامه حرفه‌ای هستید. خانم سمیرا میگویند که من به خاطر ایران هیچ پولی رو نگرفتم. یه نکته ای رو که من فکر میکنم باید ما تکلیفمون رو باش معلوم کنیم، آقا مثل اینه که مثلا بنده بگم الان من به خاطر ایران اومدم این موقع مثلا صبح بیدار شدیم و برنامه رو. آقا بذاریم اینقدر منت سر این ایران نازنین نگذاریم. ممکنه خدمتی که کاری که ما انجام میدهیم، امیدوارم که خدمتی باشد در جهت ایران، اما اینی که ماها هی بگوییم به خاطر ایران مثلا ما هیچ کاری نمی کنیم، این زیاد درست نیست. ایشان میگوید چجوری با این شبکه 2 شما رابطه برقرار کردید و مثلا به شما پیشنهاد دادن که بیارید آقای ماتیاس رو به ایران؟ میگوید آقای اکبری تهیه کننده این برنامه از بیماران پدرم هستن. شما نگاه کنید که چگونه مثلا از یه اشکال نداره. به هر حال ایشان میگوید که ما وارد فرودگاه شدیم، آقای استیلی از ما اجازه بدید من سریع اینو رد بشم. اینجا علی دایی هست که در واقع تنها کسی است که در این جمع لوتر ماتیاس فکر میکنم خیلی
به طور طبیعی جو هم بازیش بوده، هم باشگاهیش بوده و معلومه که رفیقن و نزدیکن و اینا. به هر حال بعد خبرنگار میپرسد که کادویی هم دادن به ماتیوس. این سطح واقعا مصاحبه رو ببینید. ایشون هم جواب نمیده، حالا که بی خیال کادوی نبود اینا یا بود، زیاد مربوط به مصاحبه نیست. اینا تمام مبانی سرگرم کردنی هست که شروع شده. اصلا این حرفا رو نمی زدن قدیم، اصلا این چیزا رسم نبود در مثلا مرام جمهوری اسلامی. حالا قشنگ مشخصه که چگونه دارن روش رو تغییر میدن، منطقه یه شکل خیلی لغت دیگه گیرم نمیان چیپی. میپرسد که نه یه پسته هم ندادن، یه خاتمکاری هم ندادن، فقط یه کتاب به زبون آلمانی در مورد ایران دادن که انقدر سنگین بود که لوتور گفت من اینو نمیارم. بعد راجع به علی دایی از ایشان سوال میکنن، میگه علی دایی مثل برادر من هست و ایشان هم گفته من نمیام تو این برنامه، من با تلویزیون رابطه ای ندارم، اما به خاطر شما میایم. و بعد میگن که آقای مهدوی کیارم فکر میکردیم که تشریف بیارند در این جلسه، ایشان میگوید که نه، که البته شیطنت کرده این خبرنگار، برای اینکه خانم خدمت شما عرض کنم سمیرا با آقای مهدوی کیا چی کردن، و ایشان میگوید که ما با هم به طور قانونی ازدواج کردیم با آقای مهدوی کیا و به طور قانونی هم از هم جدا شدیم و دوست نداشتم که شایعات جدیدی به کار بیاید. بعدم ایشان اشاره میکند خانم چی که من ایران خیلی دوست دارم، به خاطر ایران همه این کارا رو کردم، حتی عقد ما با شوهر خارجی من آلمانی من ایرانی برگزار شده، عاقدمونم به اصطلاح آقای آیت الله العظما بوجنوردی بودن، ما رو عقد کردن برای هم دیگه. بعد میگوید که ناراحت شدی که تصویرت نبود تو تلویزیون، میگه بله من به احترام ایران هیچ پولی رو نگرفتم، حجابم هم رعایت کردم، با روسری و فلان اینا آمدم، اما همه جا من فکر میکردم منو در تصویر دارن میگیرن، ولی اگه بهم گفته بودن نمیگیرن ناراحت نمیشدم. شما نشناختید خانم سمیرا خانم این دوستان را، شما امکان نداشت که تصویرت رو نشون بدهند و استفاده هاش رو میکنن. و حالا من نمیدونم به صلاح گفته، خلاصه ما را یه رستوران هم بردن و میخواستن نمایش بدن و استیک دادن، این میخواست چلو کباب بخوره و داستانهایی که زیاد است. منتها همونجور که عرض کردم اهمیتش در شناخت این روش تازه است. شما قطعا دو سال پیش همچین مصاحبهی، همچین نشستی، همچین چیزی رو نمیدیدید. اگر این انتخاباتی که انجام شد و این حرکت تازه در جهت این هست که روزنه ها باز بشه، خیلی ها این چیزها رو دوست داره، همین روش هم دوست دارن، اما اگه درش واقعیتی باشه و حق بازی و یه روش سرگرمی تازه نباشه، خب بعد شاید هم بعد نیست، خیلی ها دوست دارن. اما به خاطر این که ما مارگزیده هستیم، واقعا ترس از این است که از این مرحله فشارهای اقتصادی و نمیدونم این مسائل با این لطایف الحیل و سرگرم کردن بخشی حداقل از نسل تازه، نسل جوان ما، این دوستان به روشهای خودشون ادامه بدهند. و ورزش، اونی که بارها من در برنامه اشاره کردم که ورزش مهم هست، مسائل سیاسی اجتماعیش مهم است، برای این که خیلی عظیم این جوان ها، درسته مثلا این انرژی نمیدونم هسته ای و یک سری مسائل در جامعه، حداقل در جامعه مطبوعاتی مطرح هست، اما در بین جوان ها ما چه بخوایم چه نخواهیم، با این که الان یه مقداری عصبی هن از دست فوتبال و ورزش و اینا، فکر جام جهانی هن. فکر اینن که ایران حالا بالاخره چند تا امتیاز میگیره نمیگیره، و از این طریق خیلی چیزا رو کلن سیستمای غیر دموکراتیک در دنیا از ورزش خیلی استفاده میکنن. شما کوبا رو که ببینید با اون فقری که داره، تیمای ورزشیش رو سعی کرده بهشون برسه یه کاری بکنه، چون جوون نگاه میکنه الگو میشه. خود اتحاد جماهیر شوروی قبل از این که
منفجر بشه، جدا بشن از همدیگه، که حالا دوباره مثل که دارن متصل میشن به همدیگه و پشیمونن. انگار توی ورزش خیلی حرفا برای گفتن داشت. ورزش رو دست کم نباید بگیریم و مطمئنن دست کم هم نمیگیریم. اما صدا و سیما، صدا و سیمایی که اساساً رفته دنبال این کارا، میخواد چجوری بگه من عوض شدم. لوتر مایتلز رو آورده بهش چسبیده. الان فکر اینه که آدمای تازه رو بیاره، اما باید شلوغش کنه. مثلا آوردن حالا یه ورزشکار قدیمی، نمیدونم مال آقای روبرتو کارلوس برزیلی، خب یه پولی میدن و میاد، و که حالا این پول با این وضع اقتصادی ایران و با این نحوه پخش تلویزیونی اینا چقدر مهمه که این دوستان هی بیاین، این استفاده داره دیگه بالاخره. اما اینی که بگن ما مردم انقدر برامون ارزش دارن که حالا رفتیم با 5-6 نفر مذاکره کردیم، میخوایم ببینیم که به نظر شما بینندگان عزیز برای ما تکس کنیم که یه پولی هم گیر ما بیاد، یعنی نه گیر گوینده، گیر صدا و سیما بیاد که از هر زاویه پول ایجاد میکنه برای خودش، و به ما بگید کدوم اینا رو بیاریم. حالا دکتر مایتایس رو که آوردیم، حالا دیگه کیو بیاریم؟ این باید دامن زده بشه دیگه. ما 6 تا بازیکن بزرگی رو که ورزش از نگاه دو مذاکرات اولیه رو انجام دادن و فکر میکنن که میشه، فکر میکنن که یعنی در واقع مراحل انجام شده و امکان آوردنشون به ایران به عنوان مهمان بعدی که جای لوتار ماتیوس بشینن و از جام‌های جهانی خاطراتشون از جام جهانی پیش رو صحبت بکنن وجود داره رو به رأی و قضاوت شما گذاشتیم. برگشتیم میخوام از آقای دایی هم بپرسم دوست دارن مهمون بعدیش کدوم باشه. این 6 تا تصویر رو در واقع دوستان برامون پخش میکنن که دوستانم دارن میبینن. زین الدین البته رفتیم تصاویر رو، فرانچسکو توتی اولی بود، زین الدین زیدان دومیه، لوئیس فیگو پرتغالی سومیه، 3014 شماره هم کنارشونه، روبرتو کارلوس از برزیل نفر چهارمه، نفر پنجم هرنان کرسپوی آرژانتینیه و نفر ششم هم از اسپانیاست، اسپانیایی با کاپیتانی فرناندو ایرو در دهه گذشته. 3014 با شماست. شما برای ما بگین که 1 فرانچسکو توتی، 2 زین الدین زیدان، 3 لوئیس فیگو، 4 روبرتو کارلوس، 5 هرنان کرسپو یا 6 فرناندو ایرو کدومش مهمان بعدی ورزش از نگاه دو باشن در راه جام جهانی 2014؟ دو ایران بهترین شعاره. دو ایران. ایران چیکارش میکنه؟ سوراخ سوراخش میکنه. آخ که سوراخ سوراخش میکنه. این آقای ماتیوس بنده خدا، خانم سمیرا میگوید که خیلی دلخور شده بود از سوالایی که ازش کردن. آقای ماتیوس، ایران خیلی جای خوبیه، تو دل مردم که بری کیف میکنی، اما هر جا که با این دوستانی که مسئولن اینا ارتباطی برقرار کنی، تو تلویزیون عصبانیت میکنن، اونی که شما رو آورده رو عصبانی میکنن، تو رستوران شما رو عصبانی میکنن، چون نه اینکه واقعا مال اینا بخوان عصبانی، اینا خودشون نیستن، حتی اوناییشون هم که خوبن انقدر محدودن، منتها توی این قالب پذیرفتن که به هر حال کار بکنن. یکی دو تا سوال از یه مهمان میشه. من یاد تصویری افتادم که چند وقت پیش، هفته پیش بود فکر کنم، خدمتون ارائه کردیم که تیم گینه آمده شب قبل از مسابقه، گفتن این رئیس جمهورش دیکتاتور، پولای نفتو میخوره، دوروبریاش همه رو میخورن، یارانه به مردم نمیدن و و و و و. اول اسمشون هم گینه است. حالا از ماتیوس دو تا سوال کردن این بنده خود. یکی راجع به ازدواج های ماتیوس ازش سوال کردن که ماتیوس به این خانم گفته قرار نبود از من سوال کنه. اینا جالبه، اینا چی میگن، شایعه و این حرفا، به هر حال یه سری خریدار داره در عالم، و برای کسانی که نمیخوان به مسائل اساسی بپردازن، این بهترین مفر برای کشوندن و جذب کردن. سوال بعدی که دیگه واقعا سوال بدی بوده، از ماتیوس پرسیدن که آقای بکنباور جایی گفته که ماتیوس رو به عنوان چمنزن بایر مونیخ هم قبول ندارم. ماتیوس به قدری عصبانی میشه به گفته ایشان که از خبرنگار میپرسد که این خبر را شما، این خبر مسخره را از کجا آوردی؟ و خبرنگارم میگوید که آوردیم دیگه.
اما یه گفتگو در تلویزیون با آقای ماتیوس انجام می شود. همین آقای علی دایی هم در این حضور، در این گفتگو حضور داشته. شاید برای اولین بار بود که بعد از سالها من علی دایی رو دیدم که بسیار آرام، بسیار بدون عصبانیت، بسیار شمرده. به هر حال علی دایی چه فوتبالش چه تحصیلاتش از سطح فوتبال ایران بالاتره. حالا نمیدونم دیری بلد نبوده بزنه و این حرفا رو بزنیم کنار، هر بازیکنی یه تبحری داره. سوادش هم که بالاخره مهندس بهترین دانشگاه یا یکی از بهترین دانشگاه‌های اون مملکته. خیلی فکر کردم که چرا علی دایی همیشه این گونه صحبت نمی‌کنه، چرا همیشه در یک چارچوب منطقی حرکت نمی‌کنه مثل این مصاحبه. چند تیکه از این مصاحبه رو با هم می‌بینیم، شاید با هم به جواب مشترکی برسیم. اول از همه من باید بگم که مثلا مقایسه من با لوتار منطقی و درست نیست. چون فوتبالی که لوتار بازی کرده تو سطح خیلی بالایی بوده، افتخاراتی که لوتار کسب کرده. شما هم در اشلای ایران اب نداره؟ مطمئنن، اما من هیچ موقع دوست ندارم خودم رو اینجوری مقایسه بکنم، چون لوتار واسه من یه فوتبالیست دیگه است و همه دوره من قبولش دارم. کیف کردم. گوینده خب از علی دایی تعریف کرده اینا، با علی دایی خودش جلوی لوتار که صحبتام توی گوشش داره ترجمه میشه، وقتی که هی میگن دوتا اسطوره من فوتبال جهان فلان اینا، واقعیت رو میگه و چقدر زیبا میگه. میگه لوتار کجا من کجا، راست میگه. دوبار در فینال جام جهانی بازی کردن، به عنوان کاپیتان تیم ملی آلمان جام جهانی رو بالا بردن و چقدر آقا منش جواب میداد که من دلم نمیخواد شما. اون میگه عیبی نداره، شما هم تو اشل ایرانی. آقا گوش بده، گوش بده عزیزم. این سوال رو میخوام از خود شما بپرسیم. اول اینکه با اومدن در واقع مفسرهای بزرگ، چون آقای ماتئوس فارغ از تمام سابقه فوتبالی که دارن الان از مفسران اصلی شبکه اسکای هستن، دو سالی که قرارداد دارن با شبکه اسکای، به یه نوعی میشه گفتش که همکار ما محسوب میشن. در واقع آوردن مفسرهای بزرگ در سطح موضوع جام جهانی رو شما فکر میکنین که به درد فوتبال ما میخوره؟ اساسا فوتبال ما، فقط فوتبال ما رفته جام جهانی، یا رسانه های ما باید در سطح جام جهانی فکر بکنن و مدیریت ما باید در سطح جام جهانی بشه؟ این یک. و دو، بین این گزینه‌ای که مطرح شدن، نظر شما کدومشون میتونن این نتیجه رو داشته باشن؟ ببینین، مطمئنن اومدن آدمای بزرگ مثل لوتار میتونه خیلی کمک بکنه به ما، و صحبتایی که میکنن مطمئنن ایشون نه تنها فوتبالیست بوده، همونطور که خودتون گفتین الان یکی از بزرگتر مفسرهای فوتبال اروپا هستن، و مطمئنن کسی که شناخت خیلی کافی و جامعی از فوتبال دنیا داره، توش داره زندگی میکنه، خیلی میتونه هم دیدگاه های مردم ما رو عوض بکنه، هم خود به نظرم شما رو هم میتونه بهتون هم یه کمک هایی بکنه. علی جان هیچ کمکی به اینا نمیتونه بکنه، چون اصلا مسئله تخصصی نیست، مسئله تعارف. آقا این سؤاله آقای محترم که شما لوتار ماتئوس اومده، حالا تعریفشو کردی، گفتی همکار مام شده دیگه، واقعا دیگه دمتون گرم. بعد میپرسی که از این 6 نفر، از همون به قول خودش زین الدین زیدان و نمیدونم توتی و نمیدونم کیو اینا، کدومشون به نظر شما اگه بیاد به فوتبال ما کمک میکنه و ما رو در سطح جهان مطرح میکنه اینا؟ آخه این سوال عزیز من. بعد ما کجا ما بدونیم که کدوم این، اگه از لحاظ شهرت باشه خب
به قول معروف زین الدین زیدان به قول شما خب از همه معروف تره، ولی این سوال سوالی است که باید از این طریق مطرح بشه، بعد در کوچه و بازار در مدرسه جا بیفته. به نظر شما توتی بیاد بچه‌ها یا زین الدین زیدان بیاد یا کارلوس روبرتو کارلوس بیاد؟ این دامن زدن به یک بحثی است که اولا خب بیار، حالا شیشتاشون رو بیار، چه کار کنیم که بیا؟ این دامن زدن به بحثی است که اون قضیه کاریکاتور رو روز به روز جلو ببره. و خدمت شما عرض کنم عوام فریبی و خوشبختانه تعداد عوام در جامعه ما روز به روز داره کمتر میشه. آقای ماتیوس، سفر راحتی داشتین؟ خوب اومدین ایران رسیدین؟ من با به خوبی رسیدم ایران، خیلی سفر خوبی. سفر راحتی داشتی؟ خوب به ایران اومدین رسیدین؟ خیلی خوش برخورد از من استقبال شد، همونجوری که تو فیلم دیدین. من الان بوده 24 ساعت اینجا هستم و انقدر احساس میکنم احساس خونگی میکنم. تو خونه ایران چطور دیدید؟ با شنیده های قبلیتون چطوری تطبیق میدید؟ برای من خیلی مهمه که اون چیزی که میخونم مهم نیست، یعنی که به من نشون داده میشه، مهم اینه که من خودم بیام با چشای خودم ببینم. آقای ماتیوس، عکسایی که داره پخش میشه رو توجهتون رو جلب بکنم بهش، شما رو یاد خاطراتی میندازه. سوال اینه، با چیزهایی که شنیده بودید که این غربی ها از ایران بد میگن، من چجوری دیدید ایرانو؟ آقای ماتیوس وارد فرودگاه شده، از وی آی پی اومده بیرون، رفته به چلو کبابی هم نه، اون رستورانی که سمیرا میگه اسم فرنگی هم داشت و استیک بهش دادین، بعدم علی دایی و رفیقاش و اینا رو آوردین و بردین تلویزیون و اونجا هم که حتما ازش پذیرایی کردین و اینا و اون کتاب سنگینه هم بهش دادید. این چی دیده؟ قرار بود ما خیابون نداشته باشیم، قرار بود ما ساختمون نداشته باشیم، قرار بود با این همه پول این کار رو نکنه. اون چیزی که تو غرب مثلا میگن یا راجع به این مسائل صحبت میکنن که اینا نیست. قربونت برم که آقای ماتیوس دیده که ایران کمبودی داره تو این چیزها. چی دیده که شما بازارگرمی میکنی؟ سوال بعدی ماهیت این آدم ها رو بیشتر نشون میده. مارادونا خب آدم بزرگیه تو دنیای فوتبال ها، همینجا رو LCD هم هست. مارادونا خیلی از شما تعریف کرده، کم کسی پیش میاد که همچین افتخاری نصیبش شده باشه. آقای ماتیوس، مارادونا تعریف شما رو کرده. مارادونایی که شما در جام جهانی 90 در فینال شکستش دادی و قهرمان جهان شدی. کم کسی میاد چنین افتخاری نصیبش شده باشه. ماتیوس نمیدونم چی بگه بنده خدا. یه طرح زائقه بدیم بریم. امروز نهار یه کار خوبی کردن، یه جمعی از هنرمندانی که خب البته ورزشکاران هم باهاشون متحد و علی دایی هم بود. یه جمع خیلی خاصی بود آقای دایی، ها همایون شجریان دیگه نفر، یه ضیافت نهاری بود. دوستان در دو قسمت پیمان مادین، برادران قاسم خانی، بله یه دیگه هم که امروز افتاد. حالا اگه اون عکس سلفی هم آقای اکبری آماده بکنن، عکس معروف سلفی که امروز گرفته شده. یه اتفاقی تو هفته گذشته 4-5 روز پیش تو جریان اسکار افتاد، یه جمعی خلاصه روی سن تصمیم گرفتن رکورد یکی از رؤسای جمهور رو بشکنن توی در واقع ریشیر شدن و بازنشر یک عکسی می‌خواستن اونجا رکورد اینا رو. بله یک عکسی بچه‌ها امروز با هم دیگه گرفتن از برنامه رادان هم یاد بکنیم، اون بخش ما شروع پلو بودی خود اسامی خاطره اون رفت. حالا عکس سلفی رو اگه آماده بکنه، عکس جالبی شده. فکر می‌کنم اگر کمک بکنن همه به بازنشر این، خودش قابلیت این که یه رکوردی رو بشکنه داره. ما امشب می‌خوایم رکورد بشکنیم، حتی ما یک عکس سلفی خودمون گرفتیم، حالا ما می‌خوایم با این رقابت بکنیم. عرضم به خدمت شما که اون برنامه آماده سازی درست حسابی هم نداشتیم، اون تبلیغات درست حسابی هم نشده خود تیم ملی و تو این مدت ما نوازی دوستانه داشتیم. نه یه اشاره کوتاه بکنم به این بخش. اولا
تو جریان اسکار یه اتفاقی افتاده، مردم که اسکار نمیبینن که اینا تو خلوت میرن نگاه میکنن، بعد میان میگن مثلا مجری اسکار با یه سری از هنرپیشه ها چنین عکسی رو گرفته که حالا بهرام رادان هم گرفته. از همه تشکر کردن. ببینید مشکل ما این چیزی که من خدمتتون میگم ممکنه به زعم بعضی از دوستان یه مقداری منفی نگاه کردن تلقی بشه یا بیش از حد به یک نکته‌ای به اصطلاح پرداختن، اما یک استدعا دارم که شاید بنده رو معاف کنید از چنین قضاوتی با توجه به این استدعایی که خدمتتون میکنم، و اون این است که این برنامه رو کی را انداخته؟ خانم سمیرا سمی. لطف متعیس کی آورده؟ خانم سمیرا سمی. با قول خودش پولی هم نگرفته، حالا به خاطر ایران کرده، به خاطر هرچی کرده. از همه تشکر میکنه، اسم این آدم رو نمیارم، همه رو نشون میدم، این آدم رو نشون نمیدم. این اون وجهیست که اگر تا زمانی که این وجه به عنوان یک مثال خدمتتون میگم درست نشود، هیچ حرف این دوستان رو نمیشه باور کرد. آقای علی دایی در این بخش آخر فکر میکنم راجع به تیم ملی ایران صحبت میکنن. خواستی رو انجام دادیم ما بعد اینکه کره رو تو کره شکست دادیم، به نظر من یه خواب طولانی مدتی داشتیم که میتونستیم خیلی از این فیفا دی ها استفاده بکنیم، بازی های دوستانه خوبی رو داشته باشیم. متاسفانه به هر دلیلی ما این فرصت رو از دست دادیم و اینا هم یه دلیل بزرگی میتونه باشه که مردم الان به اون صورت تو این وادی نیومدن که تیم ملی ما میخواد چند ماه دیگه، سه ماه، چهار ماه دیگه تو جام جهانی بازی بکنه. انشالله که انشالله تدبیره اول زودتر بیاد که بعد امیدم تو مردم زنده بشه تو فوتبال دیگه. به نظر من وجود همچین برنامه های دعوت از کسایی مثل آقای ماتیوس میتونه خیلی کمک بکنه که اون شرایط رو دوباره فراهم بکنه. تأکید میکنم حمایت ما حمایت انشالله هوشمندانه خواهد بود، مثل 2006 نباشه که انتظارات نه. بالا بردیم گفتن آقا به پرتغال و مکزیک هم نباید میباختیم، یه خورده ترش کردیم. ولی واقعا باخت دیروز به گینه خیلی نگران کننده بود. من فکر میکنم زنگ خطریه، باید یه اتفاقات بهتری بیفته. من به نظرم من این باختا لازمه باشه. دقیقاً یه تبنگر خوبیه. مطمئنا قبل از اینکه بره جام جهانی خیلی لازمه و ما همون سال 2006 همونطور که شما گفتین انتظارات مردم اونقدر بالا بردیم که مثلا ما خودمونو با پرتغال قیاس میکردیم، پرتغالی که هم از لحاظ سخت افزاری هم نرم افزاری خیلی خیلی بالاتر از ما بود و خود هم مکزیکو که ما نگاه بکنیم مکزیک بازون پایا پای بود بالاخره، مطمئنا بازی آبرومندانه. همین الان هم خب بحث این که ما آرژانتینو بالاخره نیجریه اینا رو میتونیم بزنیم. ببینید آقای ببخشید میسمیان اجازه میدید یه چون سوال نظرسنجی رو داریم میبینیم. من خودم فکر میکردم بالاخره یه جوری میزان حراره جامعه دستمون هست، ولی نه فکر نمیکردم زیدان این همه اختلاف داشته باشه. اون نزدیک 68% زین الدین زیدان، بعدش فرانچسکو توتیه، حالا دیگه فکر کنم دست به دامن گلرنگ باید بشیم دیگه، مسئولات شوینده گلرنگ. که اولا آیه ماتیوس برگردیم به جام جهانی 98، یادتون هست پیراهنتون رو با کی تعویض کردید آخر بازی؟ یادم و فورمش توی یه من من یادمه که بازی قبل از بازی یه نفر اومد که گفتش میتونیم بعد از بازی عوض کنیم تو فرانسه، الان اسمشون رو یادم نمیاد. خب ولی خیلی سریع بعد از بازی اومد میگفت من باز لباسمو میخوام عوض کنم. امروز دیدمشون دوباره این بازیکنو سر غذای نهار و امضا براش کردم. اون جزء بچه باهوش فوتبال ما هستش، قبلش میدونه برنامه‌ریزی میکنه برای کاراش. الان هم فرصت سنجه، مراحل رو خوب طی کرده. الان آیه داری نظری داری راجب اون داستان پیراهنو؟ یادتون میاد راجب بازی با آلمان خاطری داری؟ نکته خاص؟ نه بازی با آلمان که من میخواستم برم اون سال تو آلمان بازی بکنم و قبل اینکه برم آلمان ما توافق کرده بودیم. بله دیگه. آها باز انجام شده بود. حالا نمیخواد حالا نباید راجع بهش میخواستم بپرسم چرا از اسد رفتیم، چرا مستقیم نرفتیم، یه سال رفتیم اونجا بعد رفتیم. ما اصلا میگم یادتونه پیرنتونو با کی عوض کردی؟ خب
حالا دلش میخواد بدونه که پیرنشو با کی عوض کرده آقای ماتیوس. بعد میگه که یه بازیکنی آمد قبل از بازی و بعدم معرفی میکنه آقای منصوریان که بازیکن ارزنده تیم استقلال و تیم ملی فوتبال ایران و مربی سرمربی تیم جوانان ایران. بعد این دوتا گوینده آقا واقعا من نمیدونم اینا امر بهشون مشتبه شده واقعا که مثلا میشه به منصوریان گفت از بچه های باهوش از قبل میره برنامه ریزی میکنه، یا اون دوستمون بگوید که الان هم خیلی فرصت سنجه مراتب رو همینجوری داره طی میکنه. بعد یه تیکه دیگه گفت که باز اونم آدم اشکش در میاد، باز نشون داد نمودار که مردم 70% گفتن زیدان رو بیارین، من 5% گفتن فرانچسکو توتی رو بیارین. ما بعد این برنامه میگه من خط قرمز ندارم، آقا منو بیار رو خط اگه دست درد نکنه. بالاخره ما تو اون جام جم یه سابقه داریم، یه عرقی ریختیم، یه چه میدونم به خاطر ایران، به خاطر چه میدونم. بعد ببین خط قرمز میتونه چیا باشه. شما همونجور که گفتم کاریکاتور اون چیزی هستید که 40 سال پیش انجام میشه. الان دیگه این خبرها نیست. اگر امثال منصوریان و دایی و اینها هم مثل همه جای دنیا بگن آقا ما پول میگیریم میایم تو مصاحبه و بکنید بچه های تیم ملی مصاحبه مجانی با اینا نکنید، پول بگیرید. به ماتیوس 60,000-70,000 یورو دادن. چه به فوتبال ما در این شرایط میدهد و چه به جامعه ما؟ و ما از یه ور میگیم تحریمیم، از یه ور میگیم وضع اقتصادیمون خرابه، از یه ور همش که نمیشه ظاهر سازی کرد که تیم گهر درود که سقوط کرد پول اتوبوس نداشته بیاد تهران. آقای رویانیان اینو گفت که او پول داده گهری ها تونستن برای مسابقه شون بیان تهران. بعد فوتبال و جامعه‌ای که در این شرایطه پول میده به آقای ماتیوس، بعدم ماتیوس بیاد که دستش بندازید، ماتیوس بیاد که به رخش بکشید که پیرن رو نمیدونم مارادونا تعریفت کرده یا چی. ماتیوس رو میآوردید توی این دو روز ازش خواهش میکردید یه کلاس بگذاره، یه کلاس فشرده بگذاره، دو تا سخنرانی بگذاره، چلو کبابی میبرین استیک بهش میدین و اینا، با پول کی؟ بعد هدف چیست؟ من نمیتونم اون تخته رو بخونم شما بعد چشم. میگویند آگهی ها چقدر وقتی که میخوام برن آگهی ها رو؟ 1 دقیقه. اوکی. یه خدمت بینندگان عزیز، یه بحث دیگه هست که بعد از آگهی های تلویزیون پارس خدمتون ارائه خواهم کرد. این بحث رو میبندم فقط به یک امید که علی رغم این که بودن ماتیوس و اینا اگه پولش باشه، اگه امکاناتش باشه، اینا جاذبه داره و خیلی خوبه و عکسا قشنگ رادان مثل دیکاپریو بود قیافش، کیف کردم از اینا. اینا رو تو شرایط عادی آدم لذت میبره ازش، همه جوامع هم دارن، ما هم نباید محروم باشیم. حالا اصلا شرایطمون بده، جامعه تراوتی میگیرد. اما دروغ نگید فقط. یه جمله رو بگم میریم به آگهی ها و بچه هایی که روی سایت یا روی یوتیوب دنبال میکنند هم منتظر بمانند بخش دوم رو میبینیم. اینو برای این تأکید میکنم که کسانی که روی تلویزیون پارس تکرار این برنامه رو یک شنبه شب ساعت خدمت شما عرض کنم 9 شب به وقت تهران میبینن، تا همین جا رو میبینن، چون اونجا فقط 1 ساعت، ما داستانمون زیاد است، فقط 1 ساعت وقت داریم. اینه میگم که علی دایی یکی از دلایلی که به نظر من خیلی متین و خوشگل و تر و تمیز این بار ظاهر شد، امیدوارم همیشه اینطور باشد، این بود که یه آدمی رو تو یه جایگاه بالای ورزشی در کنارش دید، خسته شده بود از مصاحبه و نشستن با کسانی که لیاقت نشستن رو شاید نداشته باشن. بعد از آگهی ها در خدمتتون هستم. کسانی که تکرار برنامه رو میبینند با اونها خداحافظی میکنم. ممنون و متشکر هستم. 8 دقیقه وقت تلفظ تا به حال منظور شده، هنوز